به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بینندگان عزیز و ارجمند، به اصلاح یک نامه از استادان و دانشجویان دانشگاه اسلاویانی روسیه و تاجیکستان رسید که امروز می خواهیم آن را تقدیمتان نماییم و عنوان این برنامه چنانه که خودی نامه نویسان آن را نامه گذاشته بودند، ما هم هیچ تصرف و تغییرات در آن داخل نکردیم تا اینکه چنانه که آمده است تقدیمتان گردد و عنوان آن چنین است: من خدا هستم و آنچه می خواهم می کنم. نعوذ بالله. نامه کشاد به آزاده رحمان. ما در این نامه می خواهیم پیش از همه به شما برای کمک و دستگیری که به خلق تاجیک و منفعت وطن صادقانه خدمت کرده ایستاده اید تشکر بیان کنیم. البته این نامه نویسان با آزاده رحمان گویاسی خدمتی صادقانه به وطن انجام داده ایستادند، یعنی اظهار سپاس میکنند. خوب به چرا دیگر راه ندارند، باید چنین در آغاز نامه ها نوشته شود تا اینکه دل این سنگ دلان آب گردد و به خواهش و طلبات مردم پاسخی مثبت دهند. اما متاسفانه افرادی هستند که در پس شما و نام شما پنهان شده با کارهای ناشایسته دست میزنند، در برابر این نامینه که شما را سیاه میکنند. خوب دیگر باید فهمید خودتان. و این افراد دکن فکلتت حقوق شناسی دانشگاه اسلاویانی روسیه و تاجیکستان، دکن علم های حقوق پروفسور زالوتوخین الکسی والریویچ شاملند. گویا که این زالوتوخین الکسی والریویچ گویا آدم آزاده بوده است، گویا در پشت دامن آزاده پنهان بوده است. خوب دیگر، در دوام تمام دوره کار در این فکلتت به عمل های زیاد غیر قانونی دست زده، فتنه‌گری، پدرت آیلوی تشکیل نموده، فساد مالی را پهن نموده، به منفعت خود سیاست ائتلافی براه مانده است. مخصوصا او به خود اداره کنی مشغول است. اگر معلم را پسندیده نباشد، آنگاه می تواند به آن کادر فتنه‌گری کند، دروغ بگوید، برابریت فاش کند و تقسیم سرباری درسی دخالت کند، شأن و شرف وضعیت اطراف این معلم را پس زند که آخرینش مجبور می شود آن معلم که در باره استعفا به خواهش خود نویسد و رود. مثلا سالهای آخر هنگام کار در فکلتت حقوق شناسی دانشگاه اسلاویانی روسیه و تاجیکستان، زالوتوخین الکسی والریویچ باعث از کار رانده شدن استادان و عالمان خوبه و مثل قاسیموا امق، رحمانوا الا تغایوا، اس ان منصوروا، او ا عبدو خمیتوف و ا هاشیموا دی ان، زیرا این شخصان زالوتوخین الکسی والریویچ را رقیبان و شخصانی می حسابند که اندیشه شخصی او را به انابت نمی گرفتند و از گرامی داشتی او به عنوان یک مرد بزرگ و پرستش خدا خودداری می کنند. نعوذ بالله. معمای دیگری مهم پدرت آیلوی در فکلتت می باشد. زالوتوخین الکسی والریویچ خش و تبار و یا خش و تبار زنش را با وظیفه های مختلف فکلتت جلب می کند. در حالی که در فکلتت ائتلاف تشکیل کرده همه چیز را مونوپولیا میکند، از جمله همه چیز به خویشاوندان اجازت داده میشود، آنها آن چیزی را که میخواهند میکنند. در شعبه غایبانه که اصلا به آن دو خواهر شکروف ان ا و حیدروا ان ا، دو خواهر در فکلتت با راهبری زالوتوخین الکسی والریویچ برای گرفتن کردیت و امتحان ها با دانشجویان معیار بلند مقرر نموده، از آنها مبلغ ضروری را ستانیده فساد را پهن میکنند. در برابر این با آموزگاران فکلتت برای گذاشتن امتحانها و امتحانها با دانشجویان از جمله و غایبانه تنها ورقه خود با روی خطی نسب، نام، نام پدر دانشجو از نام زالوتوخین الکسی والریویچ فرستاده می شود که باید به چون چرا دستگیری کرده شود، وگرنه وضعیت بد می شود. قبلا هاشیموا دی ان به حیث متدیست شعبه غایبانه کار میکرد که با سبب سرکشی کردن سپارش دکن زالوتوخین الکسی والریویچ آید به جمع‌آوری امضای آموزگاران در دفترچه امتحانی دانشجویان که باعث ناراضگی دکن فکلتت گردیده از وظیفه‌اش آزاد کرده شد، به جایش حیدروا ان ا تعیین شد. باید قید کرد که هاشیموا دی ان قریب 25 سال در این وظیفه کار کرده بود. اینک چند خویشاوندانی که در فکلتت کار میکنند، تمام معلومات را میتوانید در سایت دانشگاه اسلاویانی تاجیکستان و روسیه دسترس نمایید. یکم شکروا نرگیس انوارانا، مدیری کلینیکای حقوق شناسی دانشگاه اسلاویانی روسیه و تاجیکستان، همسر شکروف روسلان الکساندرویچ برادر زالوتوخین الکسی میباشد.
دویوم حیدر و نصیبه انوارونا متدیست شعبه غایبانه خواهر شکر و نرگیس انوارونا می باشد. سیوم استاپا و شهناز رشیدانه مدیر شعبه کافدرای حقوقی صاحبکاری جیانی زولوتوخین می باشد. چهارم خودوف البروس آزاموویچ لابرانت کلونی لابراتوری اکسپرتیزای سودی برادرزاده زنی زولوتوخین می باشد. پنجم رستموف تیمور علیشروویچ مدیر لابراتوری اکسپرتیزای سودی برادرزاده زنی زولوتوخین می باشد. ششم ریبالکو سوفیا دیسپچر کلونی شعبه غایبانه فاکولتت حقوقشناسی عروسی برادر زولوتوخین می باشد. هفتم پیاروف ویاچسلاو ولادیمیروویچ متخصص پیشبر کلینیکای حقوقی دانشگاه اسلاویانی تاجیکستان و روسیه دوستی بهترین و همدیهای زولوتوخین می باشد. هشتم کوشف ولادیمیر یوریویچ معلم کلونی کافدرای حقوقی جنایتی دوستی بهترین و همسینفی زولوتوخین می باشد. نهم ناسکوف دیلاور سایدولایویچ معلم کافدرای فنهای دولتی و حقوقی دوستی بهترین و همدیهای زولوتوخین می باشد. ناسکوف دیس ادوکات برای او از دانشجویان هنگامی تحصیل شعبه های روزانه و غایبانه پول جمع می کند. دهم شرمت و اراده مرادانه متخصص کاتگوری یکمی در منگاه حقوق شناسی دانشگاه اسلاویانی تاجیکستان روسیه از خویشاوندان شکور و نرگیس انوارانه بوده به معلومات علکی به حیث متخصص درجه یک کار میکند. خوب دیگر اینها دلایل و شواهدی هستند که نمیتوانند هیچ کسی از آن چشم بپوشد، در حالی طبق قانون جمهوری تاجیکستان نمیتواند از نزدیکان یک شخص در آن اداره که کار میکند با او هم کار باشند. اما خوب دیگر میبینید که این تاجیکستان است و این امکان دارد. این شخصان تنها خویشاوندانی نزدیکی زولوتوخین میباشد یا اینکه نزدیکان همسرش شکوروا زلینا الکساندرونا. علاوه بر این در هر یک کافدرا شناسهای نزدیک این خانواده دارند تا از همه کارها سری وقت بخبر باشند. و در دیگر فکلته های دانشگاه اسلاویانی تاجیکستان روسیه نیز خویش و تبار و دوستان این خانواده هستند. برای هر یک طرح از دانشجویان و فکلتت از 4000 تا 5000 سومانی پول طلب می کند. این از آن وابسته است که کدامی از خادمان یا شنونه که می گویم چاپلوسان او برای دیکن پول جمع می کند. زیرا هر یک میانه را حصه یا مبلغ خود را در بالا می گذارد یا پول اضافی می کند. نرخ برای شعبه روزانه و شعبه غایبانه گوناگون است. از آخر ماه اپریل در فکلتت امتحان های دولتی گذارنده می شود که در آن زولوتوخین الکسی والریویچ از هر یک دانشجو $200 جمع‌آوری میکند. همین طریق معلمان و دانشجویان فکلتت از بی‌عدالتی پس‌زنی و خودسری زولوتوخین و چاپلوسان یا خادمان او مانده شده‌اند. بله. وابسته به این از شما محترم آزاده رحمان وزیر معارف جمهوری تاجیکستان سیزاده رحیم همراه محترم رکتور دانشگاهی اسلاویانی تاجیکستان روسیه فیض الله مشرف قربان علی خواهش میکنیم که نسبت دکان فاکولتت حقوق شناسی دانشگاه اسلاویانی تاجیکستان روسیه زولوتوخین الکسی والریویچ چاره ضروری اندیشند. با احترام استادان دانشجویان شعبه روزانه و غایبانه این چنین دانشجویان بخش دو لطفاً ما را بشنوید. این نامه در تاریخ 25 می سال 2022 به آزاده رحمانوه ارسال کرده شده است. خوب دیگر بیننده گرامی، بله این نامه از همین دانشگاه بود به اصلاح دانشگاه اسلاویانی تاجیکستان روسیه. این را نیز باید به معلومات شما رسانیم که این نامه به ما را به اصلاح در اگر خطا نکنم تاریخ 10 می رسیده بود. وقتی پرسیدیم که این نامه با آزاده رحمان نوشته شده است نه به اصلاح، در پاسخ نوشتند که ما یک سال پره انتظار بودیم آزاده رحمان در این قضیه کار میکنند. نامه را نهایت ماه می سال 2022 نوشته بودند اما دیدیم هیچ کار انجام ندادند و وضعیت از بد بدتر شده ایستاده است. نامه را به اصلاح فرستادیم. استادان این دانشگاه به این باورند که پس از نشر این نامه در اصلاح حتما تغییرات صورت میگیرد. با باوری گفتند ما نتیجه نامه های از دانشگاه ها با شما رسیده بوده را دیدیم و شاهدش بودیم. هم صحبتان اصلاح گفتند پس از نامه ما رکتور دانشگاه در ماه آگوست سال 2022 ایواز شد. اما جناب دکان فاکولتت حقوق زولوتوخین الکسی والریویچ ایواز نشد. خب وقتی که اینها 25 می نوشتند در 17 آگوست اگر خطا نکنم این یعنی رکتور دانشگاه ایواز شد اما این دکان ایواز نشد. این چون این افزودن هم صحبتان ما که در حالتی
نه اندیشیدن چاره‌های ضروری، حتما در مورد رکتور و چند پرخور دانشگاه مفصل نامه خواهند نوشت. خوب بینندگان عزیز و گرامی، ما هم بدون هیچ تغییرات این نامه را تقدیم می نماییم و امید آن را داریم تغییرات در این سمت صورت بگیرد. بله بیننده عزیز و گرامی، در انتشار این نامه و در گذاشتن لایک ها برای بیشتر انتشار شدن آن ما را کمک نمایید و امید داریم که آزاده رحمان و وزیر معارف و رکتور این دانشگاه در این قضیه چاره های مهم را می اندیشند و در صورت نااندیشیدن چاره های ضروری، حتما از عمل های پسی پردگی آنها که استادان اگر آن را نوشتند، حتما ما نامه ها تقدیم می نماییم. می دانید که اصلاح در انتشار همه آنچه که حقیقت است و واقعیت و در ظلم اگر دست داشته باشند، ما اصلا در رنگ و انتظار نمی کنیم. ما از کسی نمی ترسیم و ما حقیقت را خواهیم گفت. بله بیننده عزیز و گرامی، این بود نامه یکی به اصلاح رسیده بود. با شما بود محمد اقبال صدرالدین. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.